بله سلام دوستان عزیز، خدا کنه جور و صحت باشین. امروز ما میخواییم که بر شما گفتره طریقش بگویم یاد بتون. دوستان عزیز، یه از گوشت یک کیلو که من از گوشت گوسپند استفاده میکنم. دل شما که از گوشت گاو، گوساله، هر چیزی که استفاده کردین، من از گوسپند و کم از چربیش. دوستان عزیزی است که من حال درون خود کوفته که جور میکنم، 4 دانه پیاز میدیم متوسط استفاده میکنم به 1 کیلو گوشتم، یا مز گشنیز که به خود درون کوفته یک جای میکنم، یا مز چهار مساله که من درون کوفته استفاده میکنم، مرچ سیاه، زردچوبه، یا ماز با لوبه گفتیم که 4 دانه میدیم یا متوسط پیاز است که به خود لوبش است، یا 4 دانه پیاز به ترین لوب جور میکنیم و دیگرایش 4 دانه 5 دانه سیرم به درون خود گفتیش. یا ماز بانجورمی رومی که ما از ماشین کشیدیمش تا که به لوابش استفاده شد. روگان است که ما بعد از او به درون لوابش مندازم. دوستان عزیزی، کشنیش است ما درون خود کفته مندازم. نشان میتم که کفته را اول ماشین میکنم پیازش، بعد از اون نشان میتم که چه قسم مجور میکنم و بر شما کفته خوبش امروز تیار میکنم. منتظر باشین دوستان عزیز، ما تا پیازش از ماشین بکشم باز گد کردن شو بر شما یاد میدون. ببینین دوستان عزیز، ما پیاز شا کاملا نرم کردیم، از مکسر کشیدم که خوب نرم شوه. همراه گفتیم و بیمیم و مجوی میکنیم مواد شا خوب نرم کنیم دوستان عزیز که پیازتان زنده زنده نمونه. و گشنیزم امروی پیاز ما میده کردم که کوفتی ما نرم میایه و خوشمزه، بویش بسیار خوبش میشه. ببینید دوستان عزیز، ما مواد که برای پیازش امروی گشنیز یک جای میده کردیم و مرچ سیار رو یک جای میکنم، 4 مساله دوستان عزیز که خودم در خانه تیار میکنم، 1 قاشق غذاخوری 4 مساله است، 1 قاشق غذاخوری هم مرچ سیاه که اینو بدن یک جای میشه. ما دوستان عزیز، نمک رو بازم بر شما نگفتم که خودتان هر چیزی نمکی که هر چقدر که خودتان اضافه میکنین و خودتان میچشین که چقدر نمکش باشه. من نمکشو میزدیم حساب خودم 2 قاشق. این هم دوستان عزیز، من سیره. دوستان عزیز ببینین، من سیره هیچ وقت از ماشین نمیکشم، من همیشه شما خواستین که سیرتان
موادش رو قبول کردم. میتونم موادش رو قبول کنم. و پیش از این مواد کنفیم را چی کنم؟ جور کنم و پیش از این که جور کنم پیازه یخشه دوغن موندیم که داخشه را داختم که او را جور کنم. من سه دانه چهار دانه پیازه که میگیرم چونشان دارم دوره حضمشین زیاد میده نکردم پیاز همشه خود روغن روغنشه بسیار کم مندازم و از پنجره قلی مونم تا که مواد کفتی ما چشم را برسد یا پانستوات ما با بارزون در شما زود بره میشه شما میتونم ببینیم دوستان عزیز ما پیاز موندیم و پنجره که از سر کفتی ما موادش تیر شد ما این آله پیاز زیرا تایستا جور میکنم کمه دوستان عزیز اگر شما نمک اضافه کنید بسیار کم و مواد پیاز ما شمیده میشه و کفتیتون زنده زیده مولا نمیشه مگلا بیکردم پیازا خوش از اون دو ویدیوی دیگه ما کفتا بودم تونه که یک خوشبه زنجوبرم را این روغن سرخ میکنیم که زنجوبه ما بویان نده و رنگ کفتوتان بسیار خوش میکنیم دوستان عزیز سیده انداختم کاش اون نمیکنه دوستان
و دوستان عزیز ببینین من چهار مساله را که به خود گفتم که جور کردم یک جای کردم و ایام به لوابش است که یک قاشق غذاخوری چهار مساله است یک قاشق چای خوری هم مرچ سیاه من برای موادش یک جای میکنم بسیار دوستان عزیز شور میتونم یک جو شوه، میکس شوه بعد از این آب جوشه دفتان عزیز مندل که او جوش آب جوش شوه آبه یک خوی ها آبه شکر نندازیم چون که گفته دام زود نرم هم نمیشه و یکی هم زود رد نمیشه که شما بعد از این جوشانیم او آب که من انداختم دوستان عزیز شما بدانیم که آب دو گیلاس نمک کنین یا به حساب خودتان ما ببینین کفته را که انداختم معلوم میشه کفته ما رو ببینین دوستان عزیز و روغن که سرخ کردم و زیرش دستمال کاغذی انداختم که روغن را کاملا جذب کنه گفتی ما را نالوالوابش مندازیم میمانیم که جوش بخوره زیر شد دوستان عزیز پخش کنین کم بانین زیر شد تا گفته آیسته آیسته نمشه
ببینید دوستان عزیز، من آب کم باختم، کم دیگه هم اضافه میکنم که سر کفتی ما کمه باشم. ببینید دوستان عزیز، میمانیم که کفتی ما استا استا من موندمش دوستان عزیز که اما موادش با خودش جذب شد و پخته شد. میمون دوستان عزیز ایشان نی بلند نی پرچ میمونی که پخته شد. باز بر شما نشان میتونم که گفتی ما پخته شده. فعلا تا انتظار باشین دوستان عزیز تا که گفتی ما. ببینید دوستان عزیز، ما دال نخوتم گرفتم، جوشاندم، امرایش اضافه کردم که امرای کوفته یک ده دقیقه جوش بخوره، پس بعد از او کوفته ما تیار میشه. انشالله که خوشتون آمده باشه. هم باز نشان میدم وقتی که پخته شد. ببینید دوستان عزیز، کوفته تیار شد. دال نخوتم امرایش یک جای کردم، دال نخوت جدا جوش دادم، باز یک جای امرای کوفته کردم. دیدین خدا کنه که خوشتون بیه و امرای چله و جور کردمش. ببینین دوستان عزیز، خدا کنه جور باشین و منتظر کامنت های شما و لایک های شما هستم. لطفا سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی من بفهمین که من چی جور میکنم.